صرفی انتقام با بیش از 15 سال سابقه. دریافت پذیرش و خدمات ویزای تحصیلی به صورت کاملا رایگان از مقطع دبیرستان تا فوق لیسانس در انگلستان. شرکت یوکی استادی. شهرداری در نیمه اول در سمت چپ زمین مسابقه قرار میگیره با پیراهن‌های قرمز رنگ و در سمت مقابل صنعت نفت آبادانی‌ها که با پیراهن‌های زرد رنگ در تصویر کاملا مشخص هستند و در نیمه اول از راست به چپ خواهند زد. همونطور که میدونید بازی دیگر نماینده استان آذربایجان شرقی تاکتیک سازی تبریز هم با راه آهن تهران یک شنبه رأس ساعت 17 برگزار خواهد شد. فعلا برگردیم به همین مسابقه. پرتاب توپ از یاران صنعت نفت مردسی توپ را برمیگردانند. در میانه های میدان یاران شهرداری تبریز فرصت برای حرکت هست تا میثم باو و سعید دقیقه کاری را صورت بدن که دروازه‌بان دهقانی از دروازه بیرون میاد و کار را جمع و جور میکنه. به این شکل که به نظر میرسه با روحیه بالایی به این مسابقه گام نهادند یاران قرمزپوش شهرداری تبریز. تبریز که با شماره 8 امروز به ما معرفی شده، در حالی که از این فاصله‌ای که در ورزشگاه یادگار ما هستیم فقط میشه شماره بازیکنان رو به کمک مانیتور تشخیص داد. محمد ایرانپوریان تو رو دروازه میفرسته، بلند به داخل محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان شهرداری، صنعت نفت آبادان و جوز آلبرتو کاستا. یه بار دیگه فرصت برای یاران شهرداری هست. گورگا غفوری به دهانه یه دروازه و توپی که وارد دروازه نمیشه. کوهنورد صحنه هسته رو با هم میبینیم که چه اتفاقی افتاد و جعفر وزیر به توپ نرسید. این سمت میتونه دروازه شهرداری باز بشه که همین اتفاق هم افتاد و خالقی فر دروازه رو باز میکنه. در حالی که داشتیم صحنه آهسته رو دنبال میکردیم دقیقه 28 دروازه شهرداری تبریز رو باز بکنه. صحنه آهسته رو با هم میبینیم. توپ در موقعیتی مناسب به این بازیکن رسید. داوود نوشین سفیانی در مرحله اول رو کنترل کرد. در زمینه نفت جعفر بعضی لحظه ای صاحب توپ میشه. سعید دقیقه، فرصت برای سعید دقیقه و نقطه پنالتی. پنالتی برای شهرداری تبریز. پنالتی 100% که خطا برای سعید دقیقی انجام شد و حالا نفس راحتی میکشه بیژن عزیزی، سرمربی جدید تیم شهرداری تبریز. کاملا مشخص شد در فضای تک به تک سعید دقیقی میتونست دروازه رو باز کنه. اعتراض نفتی ها بیفایده است. کار میتونه سریع به تصادم کشیده بشه اگر بازیکن با دقتی بیسته. با هم دیگه نگاه میکنیم. خطای والری الکسانیان رو روی سعید دقیقی کاملا مشخص بود. به محض اینکه خواست تک به تک بشه سد راه او شد، با پای راستش پای راست سعید دقیق رو هم زد تا پنالتی رو تقدیم میکنه به یاران شهرداری تبریز. پنالتی هم نمیشه، دروازه میتونست باز بشه. کارت قرمز رو هم شماره 3 مصطفی صبری در مقابل دیدگان خودش میبینه و جوزه آلبرتو کاستا مات و مبهوت مونده که یه بازیکن مصدوم بعد میدادم تعویض میکردم و حالا کارت قرمز برای شماره 3 این تیم مصطفی صبری. اعتراض های شدید او باعث شد تا سعید بخشیزاده نشون بده که با هیچ کس شوخی نداره و میتونه به راحتی کارت قرمز رو قرار بده، در شرایطی که فکر کنم کارت رو به خود شماره 20 والری الکسانیان داد. برن ضربه پنالتی رو با هم ببینیم. سعید دقیقی توی دقیق، سعید دقیقی گل تساوی رو میزنه در 32 لیگ. همیشه با شعار اینکه از تیم‌های تبریزی حمایت خواهند کرد در ورزشگاه حضور پیدا میکنه. خوشخبر برگردیم از این بازی و دل هواداران فوتبال دوست تبریز و آذربایجان رو شاد بکنیم. رزوی
تو میتونه اون دروازه فرستاده بشه. یه بار دیگه خود ایران پوریان میلسن به باو ایران پوریان یه پاس به بیرون میتونه دروازه رو باز بکنه که این اتفاق نیفته. صحنه قبل رو دیدی که چه اتفاقی رخ داد. یه بار دیگه میلسن به باو ارسال درام برای یه بار دیگه میلسن به باو گیرن یاران نفت آبادان. ارسال درام برای خالقی فر. آفساید نیست. خود خالقی فر و داوود نوشی سفیانی که از دروازه بیرون میاد و تو در اختیار میکنه. بلند برای جعفر بزری میتونه دروازه گل دهکانی با ضربه مستقیم داوود نوشی سفیانی باز بشه و تماشایی های این صحنه رو میبینید. به هیچ کس توپ نرسید، مستقیما به همسایه خودش میرسید. اگر هم دیگر برای شهرداری تبریز مهرداد قنبری، رسول پیرزاده، محمد ایرانپوریان رو میبینه. میثم باو، خود میثم باو ارسال فرصت و توپی که در اختیار دهقانی قرار میگیره. کار حاجی زاده رو به دیگر بازیکن‌ها میبینه. صحنه سر رو با هم میبینیم. ضربه سر بوریا غفوری که در اختیار دهقانی قرار گرفت. یه بار که فرصت برای یارانه درگلی تبریز و پنالتی. یه بار که سعید بخشی زاده نقطه پنالتی رو نشون میده برای بازیکنان شهرداری تبریز. با هم نگاه میکنیم. بوریا غفوری اونجا حرکتی رو انجام داده بود. گل اول نشون داد که پنالتی زن ماهر سعید دقیقی و حبیب دهقانی که این بار دهقانی میگیره توپ رو از او نشانه گرفت و دهقانی دستش رو خوند. مشخص میشه پرچم کمک داور دوم هم بالا رفته، دقیقا به آغوش حبیب دهقانی زد. داور رو فرا میخونه کمک داور دوم مسابقه. خب وریا غفوری ظاهرا کاری کرده که کمک داور پرچمش رو بالا برد. کارت قرمز برای وریا غفوری. دقیقا مشخص نشد چه اتفاقی اونجا افتاد که وریا غفوری رو با کارت قرمز روبرو کرد. یارگیری نفر به نفر. رمضانی، ضربه زارکاویچ و میثم امیری که توپ رو به بیرون میزنه. سعید دقیقی ارسال به داخل محوطه جریمه. میثم باو توپ رو در نزدیکی های نقطه کرنر گرفته. رمضانی مقابل اوست. با رسول پیرزاده کار رو دنبال میکنه. رسول یه دور میزنه با پای چپ میفرسته. سعید دقیقی و توی دروازه در چه لحظه ای و چه صحنه ای دروازه رو باز میکنه. خوشحالی به اردوی شهرداری تبریز بر میگرده و تماشاگرانی که داشتن میرفتن بر میگردن. سعید دقیقیز تماشاگران رو تشویق میکنه. چه ارسالی کرد رسول پیرزاده و چه گل تماشایی رو زد سعید دقیقی. چه بازی در نیمه اول قرار نگرفت، در نیمه دوم بیشتر پار میکرد و این هم چهره شکست خورده حبیب دهقانی و این هم سعید بخشی زاده و سوت پایان مسابقه. برتری 2-1 شهرداری تبریز. تبریک میگیم به فوتبال دوستان عزیز. نگاه کنید ضربه سر سعید دهقانی.